بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب سه گوهر تابناک با شما. دعای اول مجلس هم فهمند. بسم الله الرحمن الرحیم. برای شادی روح مطهر الهادی الى شریعت و طریقه و المنتها فی الفقر و الفنا مرضی اولیاء الله بندگان حضرت آقای های دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه قدس سره العزیز الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب سه گوهر تابناک از دریای پرفیض کلام الهی، ترجمه و تألیف از آقای رضا علی شاه اعلی الله مقامه الشریف. ادامه تفسیر آیه نور، الله نور السماوات والارض. خواجه عبدالله انصاری در تفسیر آیه ذکر کرده که خداوند روشن کننده آسمان ها و زمین و مصور اشباح و منور ارواح است. همه انوار از او و قوام همه به اوست. بعضی ظاهر که فرمود و جعلنا سراجا و حاجا، و بعضی باطن که فرمود افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، یعنی آیا کسی که خداوند سینه و دل او را به نور اسلام گشاده کرده و دارای نوری از خدای خود است مانند کسی است که این چنین نباشد؟ نور ظاهر مانند نور خورشید و ماه هرچند خوب و روشن است، ولی پرتو نور باطن است که نور توحید است. و پس از ذکر شرعی درباره انوار گوید هرگاه کشش حق آغاز کند و جذبه ی جذبات الهیه او را در رباید و نورها، اعنی نور عظمت و جلال و نور لطف و جمال و نور هیبت و نور غیرت و نور قربت و نور الهیت و نور هویت دست به هم دهد، نور علی نور شود و کار بنده به جایی رسد که عبودیت او در نور ربوبیت حق ناپدید گردد و این انوار بر کمال و قربت ذوالجلال در کل عالم بجز مصطفی را صلی الله علیه و آله و سلم دیگری را نیست و برای دیگران بعضی حاصل است، ولی او را تمام حاصل است. از زجاجته که انها کوکب دری، از زجاجته که انها کوکب دری نیز دلیل عینیت و اتحاد صفات با ذات است. چه نوریت کوکب عین ذات کوکب است و زجاجه را بدان تشبیه فرموده است و این همان قول حق عرفا و حکما و متکلمین شیعه است، چون اشاعره صفات ثبوتیه را خارج از ذات دانستند. از این رو مورد اعتراض واقع شدند
که آنان معتقد به قدمای سمانیه می باشند که از نظر آنها قدیمهای نهگانه حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، اراده و کلام به اضافه قدم ذات می باشد و به بیان دیگر حقیقت ذات حق که مقام احدیت باشد غیر مکتنه یا غیر قابل دسترسی و مقام غیب الغیوب و وجود به شرط لا و عما می باشد که در حدیث حضرت رسول صلی الله علیه و آله در جواب این کان ربنا قبل ان یخلق الخلق فرمود کان فی اما، و در آن مقام است که گفته شده به کنه ذاتش خرد برد پی اگر رسد خس به قعر دریا. اولین مقام ظهور مقام واحدیت است که مقام ظهور او به اسما و صفات و به نام الله است که جامع جمیع اسما و صفات حسنا می باشد و این مقام است که وجود منبسط و نور الانوار است که الله و نور السماوات و الارض بران صدق می کند و عالم امکان و همه موجودات مجرده و مادیه سایه افکن و متنور به نور این مقام هستند که به نام بزرگ الله نام برده می شود و مثلی که زده می شود برای این مقام است که مراد از مثل او ذات مقدس نبوی صلی الله علیه و آله و جانشینان بزرگوار او می باشد که صدر مبارک او مشکات و زجاجه قلب مبارک او که از کمال صفا و لطافت مانند شیشه بسیار صافی است که فرمود الم نشرح لك صدرك، و مصباح یعنی چراغ روح مطهر او که از نفس کلیه ملکوتیه که زیتونه مبارکه است و انبیا و اولیا هم از آن برکت یافتند مشتعل می شود و نه از شرق عالم مجردات و عقول و ارواح، نه از غرب عالم مادیات می باشد و برزخ بین تجرد محض و مادیت صرفه می باشد و پس از او جانشینان او 12 نور مقدس هستند و فی بیوت اذن الله ان ترفع هیاکل بشری آنهاست که خانه های حکمت و معرفت و معادن وحی و تنزیل هستند و مظهر اسماء الهی و اسرار ربانی می باشند که فرمود نحن اسرار الله الموضوعت و الهیاکل البشریه، و روشنی آنها طوری است که نزدیک است روغن آن مشتعل شود و فیض آن بزرگواران منتشر گردد پیش از آن که نار کلام الهی و وحی خدایی و نور عقل فعال که واسطه وحی است به آن برسد. نور بالای نور است، یعنی نور عقل کلی که همان حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، بالای نفس کلیه ملکوتیه که واسطه فیض این عالم و علویت علی علیه السلام می باشد، و این خانه های معرفت و دل های صافیه آن بزرگواران است که خداوند اذن داده که بالا برود و دارای رفعت و عظمت گردد و عرش حقیقی او باشد که مردان پاک و صاحبان آن دلها او را در آن دلها در صبح و شام تسبیح می گویند
و یاد میکنند و به یاد او مشغول و از غیر او غافلند. و چون دسترسی به معرفت کامل مقام احدیت و غیب الغیوبی نیست، از این رو این مسئله اعلا را زد که به واسطه آنها رو به سوی او برویم. و معرفت مقام الله که مقام جامعیت اسما و صفات است برای ما پیدا شود. در تفسیر نمونه که تحت نظر عالم محقق آقای ناصر مکارم شیرازی تألیف شده، در ذکر آیه مذکور است که خلاصه آن این است: در قرآن مجید و روایات از چند چیز به عنوان نور یاد شده است. یک، قرآن مجید که در سوره مائده فرموده قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از طرف خدا برای شما نوری و کتاب آشکاری آمده، و در سوره اعراف فرموده و تبع النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، یعنی کسانی که پیروی میکنن از نوری که با پیغمبر آمده آنانند رستگاران. دو، ایمان که در سوره بقره در آیه الکرسی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی خدا ولی مؤمنین است که آنها را از تاریکی به نور، یعنی از کفر و شرک به ایمان هدایت می کند. سه، هدایت که در سوره انعام فرمود اما من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات، یعنی آیا کسی که مرده باشد و ما او را زنده نموده و برای او نوری قرار دهیم که به واسطه آن نور در بین مردم برود، مانند کسی است که در تاریکی ها باشد. چهار، اسلام که در سوره توبه می فرماید و یعب الله الا ان یتم نوره، خود را کامل کند، یعنی دین را تکمیل نماید. پنج، خود پیغمبر که در سوره احزاب است یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، یعنی ای پیغمبر ما تو را فرستادیم که شاهد بر اعمال و بشارت دهنده و ترساننده باشی و به خداوند به اذن او دعوت کنی و چراغی روشنی بخش باشی. و نیز اشاره به عمه علیهم السلام در زیارت جامعه شده که خلقکم الله انوارا، یعنی خداوند شما را نورها خلق فرموده است. هفت، و از حقیقت علم نیز به نور تعبیر شده است که العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا، یعنی علم نوری است که خداوند در دل هر کس بخواهد می اندازد. و البته این قسمت و آنچه بعداً ذکر می شود مربوط به نور مادی است و نور مجرد و حقیقی ما فوق همه آنهاست. و نور حقیقی و نور الانوار که به خودی خود ظاهر و ظاهر کننده غیر نیز هست، در همه مراتب و عوالم همان ذات حق است و چیزی از او ظاهر نیست که در دعای عرفه است: علی غیر که من از ظهور ما لیس لک، یعنی آیا غیر از تو کسی ظهوری دارد که در تو نباشد؟ از این رو ما قبلا گفتیم که اطلاق نور بر ذات پاک احدیت جنبه مجاز یا تشبیه ندارد و حقیقت است، بلکه نور حقیقی عین ذات حق است و انوار مجرده و محسوسه همه مظاهر و مجالی نور حق می باشند. و نور ظاهر و نور ظاهر محسوس نیز کاملا برتر از سایر مادیات است.
سپس در آن کتاب خواص و اختصاصات نور مادی ذکر شده که خلاصه و فشرده آن این است: یک، نور سرچشمه زیبایی ها و لطافت ها و وسیله ظهور اجسام و الوان مختلفه و مشاهده موجودات مختلفه عالم ماده است. دو، نور بالاترین سرعت ممکنه را در عالم ماده طبق کشف دانشمندان کنونی دارد که میگویند نور با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه میتواند کره زمین را در کمتر از ثانیه 7 بار دور بزند و قوا و انرژی های موجود در محیط ما به جز قوه اتمی همه از نور آفتاب سرچشمه میگیرند. سه، پرورش گلها و گیاها و سایر نباتات بلکه بقای همه موجودات زنده به واسطه استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از نور آفتاب است. چهار، حرکت باد، ریزش باران، سیلها، آبشارها و حرکت همه موجودات زنده با مختصری دقت به نور آفتاب منتهی می شود و گرما و حرارت حتی در درختان و زغال سنگ و نفت و امثال آنها به تابش آفتاب و کسب قوه از او مستقیم یا غیر مستقیم برگشت می کند. پنج، انواع میکروب ها و حشرات موذیه به واسطه شدت حرارت خورشید از بین می روند و هرچه بیشتر دقت کنیم آثار و عظمت نور بهتر روشن می گردد. ولی از نظر شخص موحد نورالانوار حق است و هرچه ارتباط با او بیشتر باشد نورانیت بیشتر است. هم در مراتب ظاهری و هم معنوی، پس خورشید هم از خود نور ندارد بلکه نور دهنده او دیگری است که فرمود از الشمس کورت. قرآن و پیامبر و اسلام و ائمه و ایمان و علم هم که نور هستند، برای ارتباط با ذات حق نور می باشند. پس باز هم می گوییم نور حقیقی اوست و سایر انوار پرتو نور او می باشند و چون او نور است هم هادی و هم مبین و هم مدبر و هم زینت بخش هم روشن کننده دیگران می باشند. مثل نورهی کمشکات. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیده از دیدار خوبان
بر گرفتن مشکل است، دیده از دیدار خوبان بر گرفتن مشکل است. هر که ما را این نصیحت می کند بی حاصل است. یار زیبا گر هزارت وحشت از وی در دل است، بامدادان روی او دیدن صباح مقبل است. آن که در چاه زنخدانش دل بیچارگان چون ملک محبوس در زندان چاه بابل است. پیش از این من دعوی پرهیزکاری کردمی پیش از این من دعوی پرهیزکاری کردمی باز میگویم که هر دعوی که کردم باطل است. زهر نزدیک خردمندان اگر چه قاتل است، چون ز دست دوست میگیری شفای عاجل است. من قدم بیرون نمیارم نهاد از کوی دوست. دوستان معذور داریدم که پایم در گل است. باش تا دیوانه گویندم همه فرزانگان ترک جان نتوان گرفتن تا تو گویی عاقل است. آن که میگوید نظر در صورت خوبان خطاست، او همین صورت همی بیند ز معنی غافل است. ساربان آهسته ران، کارام جان در محفل است. کارام جان در محمل است. چار پایان بار بر پشتند و ما را بر دل است. گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست، همچنانش در میان جان شیرین
منزل است. سعدی آسان است با هر کس گرفتن دوستی، لیک چون پیوند شد خون، لیک چون پیوند شد خوب باز کردن مشکل است. شراب از دست خوبان سرسبیل است، وگر خون وگر خود خون میخواران سبیل است. نمیدانم رطب را چاشنی چیست، همی بینم که خرما بر نخیل است. نبس مستان به دلبندی خضیب است، نه سرمستان به جادویی کخیل است. سرانگشتان صاحب دل فریبش، نه در حنا که در خون قتیل است. الا ای کاروان محمل برانید، که ما را بند پا که ما را بند بر پای رحیل است. هر آن شب در فراق روی لیلی، که بر مجنون رود لیلی طویل است. کمندش می دواند پای مشتاق، بیابان را نپرسد چند میل است. چو مور افتان و خیزان رفت باید، چو مور افتان و خیزان رفت باید، وگر خود ره به زیر پای پیل است. حبیب آنجا که دستی برفشاند، محب سر نیفشاند بخیل است. زما گر طاعت آید شرم ساری، وزیشان گر قبیح آید جمیل است. بدین دوستان گیرند و یاران، ولیکن شاهد ما بی دلیل است. سخن بیرون مگوی از عشق سعدی، سخن عشق است و دیگر قال و قیل است. بسم الله الرحمن الرحیم. از جهت ترویح ارواح مطهره مقدسه جمیع انبیا و اولیا، خصوصا حضرت خاتم الانبیا و ائمه هدا و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین و جمیع مشایخ ائمه اثنا عشر علیهم السلام،
و از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و الاسر بزدمان و خلیفت الرحمن و امام الانس برجان عجل الله تعالی فرجه، و از جهت ازدیاد قوت ظاهر و باطن جمیع راهنمایان دین، و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمیع اهل سلوک و ازدیاد ذوق و شوق و اصلاح امور ظاهری و باطنی و گشایش سوری و معنوی فقرای نعمت اللهی سلطان علی شاهی. الفاتحه. دیروز هفتم جمادی الاول مصادف بوده است با سالروز رحلت شیخ بزرگوار جناب آقای حاج شیخ شمس الدین حائری ارشاد علی. جهت شادی روح ایشان فاتحه قرائت بفرمایید. فقیر قدیمی آقای حیدر کاووسی پور و همچنین فقیره محترم خانم فاطمه نظری به علت کسالت بستری هستند. جهت شفای ایشان و کلیه مرضای فقرا همدی قرائت بفرمایید. حوستد 21. همشیره بکرمه خانم فاطمه رحیمه ششده به رحمت ایزدی پیوستن. جهت شادی روح آن مرحومه و کلیه فقرای در گذشته از این سنسر جلیله فاتحه قرائت بفرمید.